هرکیزه میره با ناسه خوش اومدید به هشتمین و آخرین قسمت از آموزشمون از فصل دوم کتاب درسی ینی استانبول سطح آی آیک توی این ویدیو میریم سراغ مرور کردن و جنبندی کل مطالبی که ما توی فصل دو از این کتاب یاد گرفتیم که میبینید قسمت کلیمه لیستسی صفحه 48 کتاب درسیتون اومده تمام کلماتی که شما تو این فصل یاد گرفتید رو جمع آوری کرده که حدود 200 تا کلمه هست بهشون خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه برم به این کلمات بپردازم دقیقا مثل فصل قبلی میخوایم بریم از ابتدای فصل شروع کنیم و یکی یکی تمام عباراتی که با هم دیگه یاد گرفتیم مهمتریناش رو هایلایت کنم براتون و همچنین دستور زبانهایی که یاد گرفتید رو یک مروری کنیم و در انتها بپردازیم به این قسمت کلمه لیستسی پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه هم باش حتی اگر به زبان ترکیه استانبولی مسلط هستی چرا که توی این ویدیو قرار حدود 200 250 تا کلمه و عبارت رو خیلی راحت توی این مدت زمان ویدیو مرور کنیم پس همراه هم باش تا آخر ویدیو بریم سراغ ابتدای فصل خب فصل دو نرده کجاست دیدید که ما اینجا کلی مطلب در مورد این قضیه یاد گرفتیم تا بپرسیم کجایی کجا هست کجا هستیم خب بریم سراغ این قسمت ما توی فصل دو وار و یک رو باش آشنا شدیم که وجود دارد وجود ندارد همطور که اینجا دارید میبینید وار وجود دارد وجود ندارد نرده کجاست کیم ده نزد چه کسیه دیدید به مرور توی این فصل چقدر با این کلمات ما سرکله زدیم و لازمشون داشتیم همچنین یاد گرفتیم که وقتی سوال میکنیم مثلا اینجا سیدفتا کیم وار توی کلاس چه کسی وجود دارد وقتی که جواب میدیم از این پسمند تا که استفاده میکنیم به معنای در در کلاس دانشجویان وار وجود دارند میبینید با وار پرسید با وار هم جواب دادیم دوباره توی سال بعدیش که داره میگه ماساده کتاب وار آیا روی میز کتاب هست وقتی که میخوایم بگیم نه روی میز کتاب نیست وجود ندارد از کلمه یک برای منفیش استفاده میکنیم در واقع شما توی زبان فارسی بعد یک رو وجود ندارد ترجمه کنید تا بهتر متوجه بشید که کجا از یک استفاده میشه ارتمن نرده معلم کجاست ارتمن معلم توی دفتره کلم کیمده قلم دست کیه قلم دست احمده کلم احمده ته خب این هم موارد مهمی بودن که بهشون پرداختیم به این دو تا سوال پرداختیم بورس نرسی اینجا کجاست اونلار کیم اونلار نه اونا کیان اونا چی اند که ما میتونستیم در مورد مطالب مختلفی با همین دو تا سوال صحبت کنیم همچنین اینجا یک متن مکالمه رو خوندیم در مورد مدرسه که بهتون پیشنهاد میکنم اگر هنوز ننوشتید از الان به بعد این متن رو حتما یک بار بازنویسی کنید از این صفحه خلاصه برای خودتون بگید که اینجا چی گفت یعنی سرسری ازش نگذرید چون کلماتی که استفاده کرده بود پرکار برده و اینا تنها رایی است که شما خیلی راحت میتونید کلمات رو به حافظتون بسپارید همچنین اومدیم این قسمت که نوبت شما بود سنین اکولون نرده مدرسه شما کجاست سنفتا نلر وار تو کلاس چه چیزایی هست اورتمن نرده معلم کجاست سنفتا کاچ اورنجی وار توی کلاس چند تا دانشجو وجود داره اینا سوالات پرکاربردی هستن که قطعا شما هم بهشون نیاز دارید و دیگه مطمئنا معنیشون رو بلدید و بلدید به چه شکل بهشون جواب بدید توی دستور زبان ها پرداختیم به پسوند داده تا C این پسندی که شما اینجا میبینید یکی از پس‌ونده مهم زبان ترک استانبولیه. که میبینید به شکل پس‌وند به کلمه اضافه میشه که ما دو تا دستهبندی در حروف صدادار رو یاد گرفتیم کالن ünlüler a او o u. اینجه ünlüler e i که گفتیم پسند دا و د به کلمه ما اضافه میشه بر اساس اینکه آخرین حرف صدا در کلمه جزو کدوم گروه هست اگه جزو گروه کالون پسوند دا اضافه میشه اگر جزو گروه اینجا است پسوند د اضافه میشه اما یه نکته دیگه این بالا یاد گرفتیم گفتیم اگه کلمه ما به حروف سامت ختم میشه یعنی حروف بی صدا. چون تو زبان ترکی استانبولی ما 21 حرف بی صدا داریم دیگه اگر از این بی سو یک حرف اون حرفی که کلمه بهش ختم میشه جزو حروف فیستیک هاب باشه یا چسب ته کفش باشه یعنی جزو این هشت حروف باشه ف س ت ک چ ش پ اگر جزو اینا باشه پسوند ما از شکل دا تبدیل میشه به تا از شکل د تبدیل میشه به ت پس باید دقت کنید ما وقتی میخوایم پسوند رو به کلمه اضافه کنیم یکی باید نگاه کنیم کلممون به حرف سامت ختم میشه یا نه اگر میشه جز به فیستیک جواب هست یا نه که بیایم سراغ این پسوند و بعد هم باید به دستمندی گروه حروف صدادارش نگاه کنیم و بعد آب رو کنارشون قرار بدیم که بذاریم داده یا تاته خب اینا مواردی بود که یاد گرفتیم نرده کجاست که ما کلی جواب یاد گرفتیم برای همین سوال نرده کجاست کیمده یعنی نزد کیه دست کیه که اینجا هم کلی جواب براشون یاد گرفتیم و دادیم و با این پسوند بیشتر تمرین کردیم که برامون خوب جا بیفته نکته دیگه که گفتیم توی فصل یکم باهاش روبرو شدیم گفتیم هر سوالی که با پسوند پرسشی آیا پرسیده بشه جوابش یا اوت یا هایر مثل اینجا که میگه کتاب آیشده می یعنی کتاب آ نزد عایشه است اویت بله کتاب آیشه ده بله کتاب نزد آیشه است. هاییر کتاب آیشه ده دیل نه کتاب نزد آیشه نیست میبینید اینجا داریم که آیا نزده اونه میخواییم بگیم نه نزده او نیست منفیش با دیل خواهد بود باید معنی کنید تا متوجه بشید هرچند که ما توی ویدیوی قبلی وقتی که داشتیم تمرینات آخر فصل انجام میدادیم بیشتر در مورد این قضیه کار کردیم دیل و یوک و اما بریم سراغ قسمت بعدی که وار و یوک بود که اینجا بهتون گفتم وار وجود دارد یوک وجود ندارد ما مثل اینجا که میگه افده بیلگی سیار وار یعنی توی خونه کامپیوتر وجود دارد منفیش یک هست یعنی افده بیلگیسایار یک توی خونه بیلگیسایار کامپیوتر وجود ندارد که اینجا هم یادتون باشه گفتم دیل برای نسبیته مثلا میگیم فلانی دکتر نیست ولی وقتی میخوایم بگیم تو خونه کامپیوتر وجود ندارد از یک استفاده میکنیم همچنین اینجا به این تمرین ها پرداختیم که خیلی خیلی مهم بودن چون شما بیشتر کاربرد وار و یوک رو توی جملات دیدید مثل اینجا که خیلی سوال پرسیده بود لوکانتادا کیم لر وار توی رستوران چه کسانی وجود دارن که هرچی جواب میدیم دقیقا به همین شکل است لوکانتادا مشتری لر و گارسون لر وار میبینید با وار پرسید با وار هم جواب دادیم که اینجا ما بیشتر تمرین کردیم تا به این قضیه مسلط بشیم ما تمرین دینلمه داشتیم اینجا که متنش رو من براتون نوشتم هرچند که پیشنهاد میکنم حتما این متن دین رو خود فایل دین رو چند بار بذارید گوش کنید انقدر گوش کنید که قشنگ جملاتشون حفظ بشید دقیقا مثل اینکه یه آهنگ گوش میکنید چقدر گوش میکنید که زیر لب هی زمزمه میکنید دقیقا باید مثل اون بشه تا بتونید خیلی راحت صحبت کنید من متنشم هم براتون نوشتم که اگر نیاز دارید به کلمه جدیدی اینجا بررسیش کنید و گفتم خلاصش بگید توی قسمت یازما که شما یک متن قرار شد بنویسید و توضیح بدید در مورد اینکه این, که این اتاق چه چیزایی داخلش هستن و در مورد اینا کامل بنویسید من اینا رو چرا دارم میگم یعنی اگر کمکاری کردید و انجام ندادید الان انجام بدید لطفا که اینجا سوالاتی پرسیده گفته از دوستمون در مورد خونمون یه سری سوالات بپرسیم ما حالا جواب بدیم که اینجا یکی یکی بررسی کردیم سوالات رو و در ادامه توی بخش دوم فصل دو یعنی سیلار اعداد ما پرداختیم به یادگیری اعداد مفصل تر کاچ چند نکادار چقدر کاچ لیرا چند لیره که در جواب این تا سوال ما عدد میخواییم مثل اینجا که گفت توی مدرسه چند تا کلاس هست جواب دادیم گفت اکولدا کچ سنف وار 10 اون سنف وار میبینید با عدد جواب میدیم یا وقتی که من پرسه کچ ششنده سن چند سالته جواب 25 بش ششنده ایم یا وقتی که میگه شمار تلفن چنده تلفن نمران کچ شمار تلفن رو بیان میکنیم یا وقتی که قیمت میپرسیم کچ لیره نکادار قیمت رو با عدد بیان می‌کنیم. خب دیدید که ما با اعداد توی زندگی روزمره خیلی کار داریم. که اینجا هم یکی یکی توی این سوالات مختلف پرداخته بود به این کلماتی که یاد گرفتیم کاچ کاچ میبینید به این شکل یکی یکی همه رو پرسیده بود که به چه شکل ما توی جواب ها نیاز داریم که عدد رو بیان کنیم این سه تا سوال مهم کاچ شما چند سالتونه بگونن تاریحی ندیر تاریخ امروز چنده تلفن نمارنز کاچ که گفتم اینا سه تا مهمی هستن که میتونید شما هم توی زندگی روز ازشون بلبل استفاده کنید اعداد رو یاد گرفتیم توی اعداد گفتیم که خیلی راحته که گفتیم توی اعداد گفتیم اگر دو رقمی بخوایم بیان کنیم اول دهگان رو میاریم بعد یکان اگر بخوایم سه رقمی بیان کنیم صدگان اول میاد بعد دهگان بعد یکان همینطوری هر چی بخوایم عدد رو بیشترش کنیم چهار رقمی پنج رقمی باشه مثل ما تو فارسی که مثلا الان این عدد رو از شما خواسته بودم کامنت کنید که الان جوابش رو بهتون میگم چهار تو فارسی میگیم 4000 پس میشه دورتبین میشه دورتیوز چهل میشه کرک چهار هم میشه دورت. پس چی شد میگیم دورت بین درت یوز کرد دورت میبینید یکی یکی مثل فارسی که بیان میکنیم یکی یکی اعداد رو قرار میدیم جاش خب تو این قسمت هم رفتیم سراغ اعداد و البته مهمترین قسمتی که در مورد اعداد یاد گرفتیم اعداد ترتیبی بود اعداد ترتیبی دستور زبانش چی بود گفتیم که عدد رو میشه عدد یا اسم اسم رو میاریم و بعد یکی از این چهار پسوند به اینجا به عدد یا اسم ما اضافه میشه و ازش عدد ترتیبی رو میسازه که گفتیم این پسوند اینجا خودش به این شکل نوشته بود که گفتم با حرف بزرگ که مینویسه یعنی قابل تغییره حالا یکی یکی من باز کردم همین یه دونه پسوند و اینجی اونجو و اونجو به کلمه ما اضافه میشه اگه کلمه ما به حرف صدادار ختم شده بود دیگه این حرف صداداری که توی این پرانتز هست رو استفاده نمی کنیم و فقط این سه تا حرف باقی مونده رو استفاده می‌کنیم. در مورد اینکه به کلمه کدوم رو اضافه کنیم هم یاد گرفتید دستبندی حروف صدادار رو اگر آخرین حرف صدادار ما در کلمه در عدد ما جز گروه آ او باشه پس بند اونجو اگر ای باشه اینجی اگر او و او باشه اونجو و اگر او و یا او باشه پس اینجو اونجو به کلمه ما اضافه میشه عدد مثل بیر اینجی که میشه بیرینجی یکم سکیزینجی هشتم اسم هم مثل کچ که کاچ میشه چند کچنجی میشه چندم خب این دست و زبان مهمی بود که خب خیلی نیازش داریم بهتونم یه نکته ای که گفتم گفتم اگر بخوایم به صورت حروف هم این عدد رو بنویسیم به چه شکله من یعنی کافیه که مثلا من اینجا میخوام بنویسم یازدهم عدد رو مینویسم کنارش یه نقطه قرار میدم این به صورت عددیش هست که نوشته میشه مثلا سکیزینجی میشه هشتم بخوام به صورت عددی بنویسم عدد رو میسم کنارش نقطه قرار میدم توی متنای مختلف میبینید وقتی دیدید وسط متن عدد رو نوشتن کنارش نقطه قرار دادن بدونید به صورت ترتیبی باید خونده بشه کلمه اینکه اینجا به تمریناتش پرداختیم و همچنین بالاتر هم علائم ریاضی رو کامل یاد گرفتیم به اضافه ارت منها اکسی مساوی اشیت ضرب در هم میشه چارپو تقسیم هم میشه بلو که اینجا یکی یکی علائم ریاضی رو باشون کار کردیم و پاسخها رو نوشتیم توی این کادر هم که میبینید من عدد یک تا ده رو براتون به صورت ترتیبی نوشتم اگر بخوام به صورت عدد هم بنویسم میشه برینجی، ایکینجی، اوچینجی، دردونجی، بشینجی، 6. 7. 8. 9. و 10. به این شکل هم به صورت عددی می نویسیمش خب توی قسمت بعدی تمرین دین لمه داشتیم تمرین دین لمه رو گذاشتم همطور که دیدید توی هتل بود و در مورد اینجا محمد رو براتون این قسمت براتون نوشتم که باش آشنا بشید و جای خالی رو پر کردم براتون اینجا موارد مربوط به اطلاعات بلیت اتوبوس رو وارد فرم هتل کردیم و نوشتیم گیدیش تاریخی دونیش تاریخی که اینو خیلی باش سر کله میزنید نیازش دارید شما هر بلیطی بخرید اینا روش هست گیدیش تاریخی یعنی تاریخ رفت دونیش تاریخی تاریخ, تاریخ برگشت اگر شما بلیت رفت و برگشت بخرید این رو میبینید و در ادامه رفتیم سراغ قسمت سوم بخش سوم از فصل دو نرده کجاست شهیده در شهر که حالا اینجا پرداخت به شناسایی فردی نرد سین کجایی افدهیم خونم تو خونم کیم سین تو کی هستی دیل نیست که اینجا اگه نگاه کنید پرداختیم به این سوال و جواب ها نرد سین افدهیم بند ارنجیم سنیشته می میسین تو یه سر کاری که گفتیم هر وقت شما توی سوالتون پسند پرسشی آیا رو دیدید یا جواب اوته یا هاییر میگیم ابت اشتهیم یا میگیم هاییر اشته دیلیم با دیل هم منفی میشه که اینجا آشنا شدیم با مکان هایی که افراد کار میکنن ما کلی کلمه اینجا یاد گرفتیم در ادامه پرداختیم به شغل های مختلف که اینجا یکی یکی با هم دیگه خوندیمشون و در ادامه هم اینجا یکی یکی برامون مکالمه قرار داده بود و بر اساس اینا ما مشخص کردیم که مکالمات خیلی مهم سعی کنید مکالمات رو بنویسید جملات کوتاهی استفاده شده من اینا رو همه رو براتون هایلایت کرده بودم که ازشون استفاده کنید قطعا اینا رو شما هم نیاز دارید بلد باشید اینا رو حتما نوت برداری کنید و بخونید در ادامه پرداختیم به شناسه های فردی جملات اسمیه که گفتیم شناسه فردی به صورت پسوند به کلمه اضافه میشه که مثلا من میخوام بگم من معلمم تو معلمی که اینجا یکی یکی شناسه فردی رو اضافه کرد من معلمم تو معلمی او معلم است ما معلمیم شما معلمید آنها معلمند پسوند رو اضافه کرد برای منفیش گفتیم از دیل استفاده میکنیم وقتی دیل میاد پسوندامون از گروه دوم فقط میشه دیلیم دیلسین برای سوالشون هم با توجه به قانون هماهنگی حروف صداداری از یکی از پسنده پرسشی آیا استفاده میکنیم اینجا چون آخرش ا بوده می اومده و بعد هم شناسه فردی بهش اضافه شده برای منفی کردنشون هم که کافی فقط دیل قبلش بیاد و با توجه به اینکه آخرین حرف صدادار در کلمه دیل ای هست از گروه دوم هست پسوند پرسشی و شناسایی فردیمون هم از گروه دوم هست که اینو مفصل ما با هم دیگه کار کردیم شناسایی فردی که خیلی خیلی مهم هستن شما بتونید صحبت کنید و بیان کنید که خودتون رو معرفی کنید بتونید در مورد بقیه صحبت کنید که کجا هستند و مثلا طرف معلم دکتره و به این شکل شما از این پسوند استفاده میکنید که من توی این صفحه اومدم براتون شناسایی فردی رو نوشتم که براتون مرور میکنم گفتم برای اول شخص مفرد ام ایم اوم ایم استفاده میشه چون با حرف صدادار پسند شروع میشه اگر کلمه ما مثل ای به حرف صدادار خط شده باشه یه میانجی رو قرار میدیم برای دوم دو شخص مفرد شناسایی فردی سن سین سون سون سوم شخص گفتیم توهیه اول شخص جمع از ایز اوز اوز که این هم چون با حرف صدادار شروع میشه یه میانجی رو قرار میدیم اگر کلممون مثل ای به حرف صدادار خط شده بود و برای دوم شخص جمع سنز سینیز سونوز سونوز برای سوم شخص جمع لار و لر اگر نگاه کنید برای همه اینها دستبندی بر اساس چهار تا گروه بود آ او، ای او او و اما برای سوم شخص جمع یا لار بود یا لر بود که بر اساس دو تا دسته بندی اینها استفاده می شد که یکی که به هم یاد گرفتیم و بهتون گفتم وقتی که دیل بیاد وقتی بخوایم بگیم مثلا من خوب نیستم من ای دیل بخوام بگم خوب نیستم چون دیل آخرین حرف صدادارش ای هست نه من اینجا براتون می نویسم یه بار دیگه چون آخرین حرف صدادار در کلمه ای هست بنابراین حتما حتما پسوندایی که بهش اضافه میشه هم از گروه دوم هستن دیگه من ای دیلیم سن ای دیل او ای دیل که این توهیه بیز ای دیلیز سیز ای دیل ای دیل لر اگر خواستیم استفاده کنیم از گروه دوم استفاده میکنیم اینم از این که اینجا حالا من دیل رو نوشتم برای سوالی مثبت و منفی که گفتم پسنده پرسشی رو طبق قانون هماهنگی حروف صدادار میذاریم و یکی یکی شناسایی فردی میذاریم که من اینجا کلمات پرسشی هستم براتون درست کردم میم میم مویم مویم یعنی اون چیزی که شما درست میکنید به این شکل در میاد دیگه یکی از این چهارتا میشه کافی شما این چارتا رو بلد بشه دیگه به حافظتون بسپارید دیگه وقتی که میخواید سوال درست کنید دیگه موقع نیاز, نیاز ندارید سب کنید یکی یکی اینا رو پس کناره هم بچینید مثل پازل حالا چی بگم؟ فقط کافیه شما چند بار تمرین کنید دیگه ملکی ذهنتون میشه که اگه مثلا بگید من میگید میم من اورتمن میگیم اگه بگید دکتر مستقیم میگید من دکتر میوم آیا من دکترم اگه بگید من آوکات میم می میبینید بخواد بگید من آیا وکیلم بنابراین یکی یکی اینا رو من براتون نوشتم با شناسایی فردش که استفاده میشه برای سوم شخصم گفتم لار و لر به پسند پرسشی اضافه نمیشه به کلمه اضافه میشه و پسوند پرسشی جدا میاد توی قسمت بعدی پرداختیم به شغل ها دو تا سوال مهم برای اینکه بتونی شغل کسی رو بپرسید نه شپ یورسون کارت چیه به چه کاری مشغولی مثل این نه حرفت چیه که اینجا با شغل مختلف آشنا شدیم توی صفحه بعدی هم پرداختیم به کلی صفت که متضاد بودن ما متضادها رو اینجا یاد گرفتیم کلی کلمه جدید یاد گرفتیم همچنین اینجا که اینا خب کلمات خیلی مهمی هستن این صفات صفات پرکاربردی هستن که قطعا توی زندگی روزمره نیاز دارید بلد باشید و در ادامه اینجا یک دینلمه بود که دو نفر صحبت میکردن که در مورد یک شخص بود با در مورد خودش و دوستش آیلین صحبت کرد صفت هاشون رو اومد گفت من متن دینلمه رو نوشتم چرا اصرار دارم متن دینلمه رو بنویسم به خاطر اینکه اول از همه ازتون میخوام که خودتون چند بار گوش بدید تا متوجه بشید ولی به هر حال قطعا یه کلمه توش ممکنه باشه که شما بلد نباشید نمیخوام به خاطر اون یک کلمه باعث بشه که بگید خب من اصلا نتونستم این این لمه رو متوجه بشم من هدفم از نوشتن اینه که شما هم حالا یه بار ببینید مثل وقتی که فیلم رو با زیرنویس ترکی استانبولی میبینید یا بدون زیرنویس ترکی استانبولی میبینید وقتی که میبینید بهتر متوجه میشید به خاطر همین متن رو نوشتم از شما هم خواستم که اون فایل رو چند گوش کنید و بتونید اینا رو خودتون بیان کنید اینجا هم که پرداختیم به یه سری از تمرین ها و چهار تا سوال مهم او کیم اون کیه کاچشن داد چند سالشه نیش یا پیور چه کار میکنه به چه شغل مشغوله ناسل بیر انسان چه جور انسانیه سوالات مهمی که شما در مورد کسی میپرسید قطعا وقتی بخواید باهاش آشنا بشید توی اولین آشنایی ها. که نیاز بود بلد باشید اینجا به تمرین ویدئویی پرداختیم دو تا به تمرین ویدیویی خیلی خوب که در مورد استانبول و بلگراد بود این دو نفر صحبت کردن تمریناتش رو انجام دادیم همچنین اینجا که توی این تمرین ویدیویی این خانم اومد کامل اتاقش رو برای پدر و مادرش توصیف کرد و توی اون فیلم سلفی که گرفته بود اینا رو بیان کرد شما باید قادر باشید از خودتون ویدیو بگیرید به همین شکلی که توضیح داد شما یعنی تا الان کلی مطلب یاد گرفتید قطعا خیلی بیشتر میتونید توضیح بدید ویدیو بگیرید از خودتون و بتونید این تمرینایی که اینجا دیدید رو حالا یک بار هم برای خودتون انجام بدید و چنین مکالمه های، چنین ویدیو های، چنین هایی چنین ویدیوهایی چنین محتواهایی رو ضبط کنید برای خودتون بعد پرداختیم به عبارات روزمره برای تشویق کردن وقتی میخوایم به کسی بگیم آفرین باری کلا عالی فوق است ما کلی کلمه اینجا یاد گرفتیم مرور میکنیم آفرین همون آفرین چوکی خیلی خوبه موتیش فوق مکمل عالی پکی بسیار عالی هاریکا فوق العاده چوک گزل خیلی خوبه اون نمره یعنی نمرش گفتم بهتون یعنی خفن معرکه ما تو فارسی میگیم نمرش بیسته اون نمره که میشه نمره ده اما گفتم معنی معرکه و خفن میده تاس تمام یعنی از هر لحاظ اوکی و خوب کوتلارم تبریک میگم تبریکلر هم یعنی تبریک که از این عبارات میتونید استفاده کنید برای تشویق کسی برای تبریک گفتن به کسی اینجا هم پرداختیم به این ویدیو که قرار شد شما یه سلفی از خودتون بگیرید و اینا رو توضیح بدید محلتون رو توضیح بدید کلی مطلب یاد گرفتید قطعا میتونید توضیح بدید چرا که در انتهای کتاب یعنی استانبول شد ما شش تا ویدیو از خودتون خواهید داشت توی این تمرین ها کندینی چک از خودت سلفی بگیر و پیشرفتتون رو خواهید دید روند صحبت کردنتون رو خواهید دید پرداختیم به چند تا متن در مورد فرهنگ مختلف در مصر و ژاپن و ترکیه و این تمرین مهم که بهتون گفتم بهش پرداختیم که کجا از یوک استفاده میشه کجا از دیل که توی این تمرین بهتر تونستید لمس کنید این قضیه رو و بهتر براتون جا بیفته که کجا یوک استفاده میشه کجا دیل استفاده میشه و همچنین آزمونی رو با همدیگه انجام دادیم که امیدوارم که آزمون رو شما هم به درستی پاسخ داده باشید آزمون خیلی خیلی مهم و خوب بود از این بابت که تمام چیزایی که یاد گرفته بودید رو حالا اومد به چالش کشید و ازتون پرسید برای اینکه مطمئن بشه که شما خوب یاد گرفتید یا نه بریم سراغ کلمه لیست لیست کلمات خب من یکی یکی کلمات رو براتون میخونم اسم لر اسم ها آچ یعنی گرسنه آچ یعنی گرسنه که میگفتیم من آچم من گرسنه هستم آچک یعنی باز مثلا میگفتیم مازالار آچک مغازه ها باز هستن آدرس آدرس اکشام یعنی عصر شب آلشوریش یعنی خرید آلشوریش مرکزی یعنی مرکز خرید که معمولا به این شکل هم نوشته میشه مخففش آ و آلش وریش مرکزی مخفف اینه دیگه مرکز خرید که حتما توی ترکیه میبینید گاهی اوقات به این شکل هم مینویسن مرکز خرید رو آ و م. آلت میشه زیر حواستون باشه عدد شیش میشه آلت یه قاطی نکنید آ. آلت میشه عدد شیش آلت میشه زیر آناتار میشه کلید آرتی میشه به اضافه به اضافه به علاوه آشچی آشپز آوکات وکیل آی میشه ماه بانکا بانک بانک میشه بانکا میشه بانک که اگر یادتون باشه خود کلمه بانک هم یاد گرفتیم خود کلمه بانک چی میشد اینو توی کامنت ها برام بنویسید که مطمئنشم که خوب به هم گوش دادید اگه یادتون باشه توی یکی از تمرین ها بانک رو گفته بود به شما گفتم بانک ها رو توی کامنت ها بنویسید که منتظر پاسخ بانک بودم حالا برعکسش رو میگم بانک به چه معنا بود خود کلمه بانک در ترکیه استانبولی معنیش رو توی کامنت ها برام بنویسید چک میکنم بانک ها یعنی بانک بکار یعنی مجرد بکار مجرد که متضادش رو یاد گرفتید اولی متعهل بیلت میشه بیلیت بینا میشه بنا ساختمان بیرچک میشه تعداد زیاد بش میشه خالی یا وقتی که میخواست طرف بگی که بیکارم بعد از مثلا کار بعد از ساعت دو به بعد خالیم بیکارم از بش استفاده میکرد میگفت بند بشم یعنی بیکارم بعد از اون چیو داریم بزوک بزوک یعنی خراب بلوم یعنی قسمت بلوم قسمت بگن امروز بورادا اینجا یعنی در اینجا بیتون یعنی کل همه بیوک بزرگ متضادش رو یاد گرفتید چی بود؟ کوچک جسور یعنی جسور جسور میشه جسور جدی جدی چالشکان میشه فعال پرتلاش چارپو یعنی ضرب در توی علائم ریاضی یاد گرفتید چیرکین یعنی زشت که متضادش میشد گوزل یعنی زیبا چپ کتوسو یعنی سطل زباله چونکی چونکه زیرا دانک یعنی به هم ریخته نامرتب دانک یعنی شلخته به هم ریخته دار میشه تنگ درگی میشه مجله درگی میشه مجله دیکتلی میشه با دقت دیکاتسیز متضاد میشه بی دقت دورو میشه درست ستون بعدی دوم تاریحی یعنی تاریخ تولد دکتر دکتر دولو پر دوماتس گوجه فرنگی دوسیا پرونده دوراک میشه ایستگاه مثلا اتوبوس دوراه یعنی ایستگاه اتوبوس دووار میشه دیوار دوزنلی یعنی مرتب دوزنلی یعنی مرتب اجزاجی میشه داروساز توی داروخانه کار میکنه اجزانه میشه داروخانه اجزاجی یعنی داروساز ایلنجلی یعنی مفرح باحال که مثلا اگه در مورد پارتی بگیم در مورد مهمونی بگیم میگیم خیلی مفرح بود در مورد شخص بگیم یعنی باحال اکسی یعنی منها توی علامه ریاضی یاد گرفتید اکسی یعنی منها یا منفی اسکی حواستون باشه قاطی نکنید اسکی یعنی قدیمی متضادش میشد ینی یعنی جدید اشیا میشه اشیا وسیله اولی متعهل فاکیر یعنی فقیر فارک فرق فرن میشه نانوایی فرم فرم گازته روزنامه گنچ جوان گنیش میشه وسی متضادش رو یاد گرفتید که میشه دار تنگ گچلو میشه قوی گچسوز میشه متضادش بیقدرت ناتوان گون میشه روز گندوز هم میشه روز وقتی از گندوز استفاده میکنیم در واقع داریم در مورد طول روز صحبت میکنیم گندوز یعنی روز طول روز گیونلی یعنی امن مطمئن هفته سنو آخر هفته هاستا بیمار مریض هاستانه میبینید هاستانه یعنی مریض خونه هاستانه از همون هاستانه میاد دیگه هاستانه یعنی بیمارستان همشیره پرستار هر زمان هر زمان همیشه حضله سریع هستس مهماندار مهماندار توی هواپیما رو میگیم هستس ایچجک نوشیدنی استاسیون ایستگاه اتفاعیجی یعنی آتش نشان کاچ یعنی چند بریم سراغ ستون بعدی کاچنجی گفتیم ترتیبیه یعنی چندم کانتین بوفه کپاله معنی بسته میده معنی خاموش هم میده گفتیم برای تلویزیون موبایل کامپیوتر استفاده کنیم معنی خاموش میده برای مغازه استفاده کنیم معنی بسته میده که متضادش میشد اچک آچیک هم به همین معنا معنی باز میده معنی روشن هم میده کاردش یعنی خواهر و برادر کوچک کساب یعنی قصاب کاسیر یعنی کشیر همون صندوقدار کرمزه رنگ قرمز کسا کوتاه متضادش چی میشد اوزون کسکان میشه حسود کیبار میشه معدب کیبار میشه معدب کیلو میشه کیلو کیلو میشه همون کیلو که توی زبان فارسی هم میگیم کیرلی یعنی کثیف کتابلک یعنی جا کتابی کولای راحت آسان کومیک میشه خنددار یا مزهک یا کسی که حالا شوخ طبعه. از این کلمه براش استفاده میکنیم کنوشکان میشه پرحرف متضادش میشه چی یاد گرفتی توی تمرین دینلمه. سسیز میشه بی صدا کم حرف ساکت آروم ساکین هم میشه پس این دوتا کلمه رو میتونید بگید سسیز ساکین میشه متضاد کنوشکان کوریدور میشه راهرو کوریدور میشه راهرو کتو میشه بعد کوافور معنی هم آرایشگاه میده هم معنی آرایشگر میده کویومجو هم معنی جواهرساز میده هم معنی جواهر فروشی میده هم شغل هم اسم مکانه یعنی طلا فروش طلا فروشی کوچک یعنی کوچک لامبا لامپ چراغ لیک همون لیک که توی فوتبال استفاده میشه لیسته مثل کلمه لیستسی لیست کلمات لیست یعنی لیست محله محله ماناو یعنی میوه فروش معنی میوه فروشی هم میده مارکت فروشگاه مطفاق آشپزخونه مطلو یعنی امیدوار مطسوز متضاد یعنی ناامید نرده یعنی در کجا کجاست نسنه یعنی چیز شیع نیچین چرا اوفیس یعنی دفتر اولیمپیات یعنی اولمپیات اورادا در آنجا اولدن سنرا یعنی بعد از ظهر بریم سراغ ستون بعدی اورتمن یعنی معلم اورتمن معلم اونملی یعنی مهم اونمسیز اونمسیز مخالفشه یعنی چی؟ یعنی چیزی که اهمیت نداره بی اهمیته پس متضاد دشه پاهالا یعنی گران پاستانه یعنی قنادی پاستانه حواستون باشه پاستانه یعنی قنادی شیرینی فروشی پمبه یعنی رنگ صورتی پلیس پلیس حالا نگاه کنید پاستانه اینجا بهتون گفتم پاستانه یعنی قنادی پستانه یعنی اداره پست این دوتا رو حواستون باشه بعد از اون کلمه سالام رو داریم سالم یعنی محکم استوار مستحکم سالم پس شد یعنی استوار مستحکم درست پا میشه میز پیش دستی که استفاده میکنیم توی خونه سه پا اون میزی که جلوی مبل قرار میدیم میز جلو مبلی سکرتر میشه منشی سمت همون سمت سسیز یعنی بی صدا کم حرف میشه سجاک گرم صفات صفت سینیرلی یعنی عصبانی سوک سرد سوکاک میشه کوچه سوکاک یعنی کوچه سوسیال اجتماعی شهیر شهر شیمدی الان شیمدی لیک یعنی فعلا پس شیمدی یعنی الان شیمدی لیک یعنی فعلا که توی تمرین ویدیویی گفت شیشمان یعنی چاق تاباک بشقاب تامیرجی شغله یعنی تعمیرکار به این پسوندا نگاه کنید پسوندی هست که شغل میسازه تامیرجی تعمیرکار تاریخ یعنی تاریخ تعطیل یعنی تعطیلات تعطیل به معنی تعطیل تعطیلات تهلیکلی خطرناک تمبل تنبل تمیز تمیز تمیزلیک گرولیسی یعنی مسئول نظافت تمیزلیک گرولیسی یعنی مسئول نظافت نظافت کاری تزگاه تار یعنی فروشنده کسی که حالا پیشخون داره غرفه داره فروشنده است توزلو شور متضادش میشه بینمک میشه توز سوز اوجوز میشه ارزان که متضادش رو یاد گرفتید میشد پاهالو گران میشه پاهالو ارزان میشه اوجوز اوزاک میشه دور متضادش میشه یکن نزدیک اوزون میشه بلند متضادش رو یاد گرفتید میشه کسا کوتاه اوست میشه بالا و اما بریم سراغ ستون آخر از اسمها وار یعنی وجود دارد وترینر دامپزشک یکن نزدیک گفتیم متضادش میشه اوزاک یانلش غلط متضادش میشه دورو درست اینو خیلی باش کار داریم توی تمرین هم یارشما مسابقه یستک میشه بالشت یستک که در مورد اجزایی که توی خونه هست نام برد گفریه مبل بالش هست یستک بالش یاش سن یاشلی موسن یواش یعنی یواش یزه تحت سو. یعنی تخته اون تابلویی که روش چیزی می نویسیم توی کلاس تابلو تحریر تابلو یزی تحتاسی یعنی تابلوی تحریر یعنی به معنای تازه جدید مخالفش میشه اسکی قدیمی یر میشه جا مکان یل میشه سال یجک خوردنی یون میشه شلوغ مگه یادتون باشه توی تمرینا گفت بنیشته ایم یونم گفت سر کارم مشغولم یعنی سرم شلوغه یون یک یعنی وجود ندارد یورگون خسته یورجو یعنی خسته کننده پس ما وقتی میخوایم بگیم خودمون خسته هستیم مثلا من میخوام بگم من خستم میگم من یورگونم وقتی بخوام بگم این کار خسته کننده است میگم بو ایش یورجو یومشک یعنی نرم زامیر همون زمیر زایف لاغر زنگین یعنی ثروتمند متضادش میشه فقیر فقیر زور هم به معنای سخت که متضادش رو یاد گرفتید کلای هست کلی صفت اینجا یاد گرفتید و اما بریم سراغ فیلر که فعلی که اینجا یاد گرفتید یکی از فعلای مهمی که یاد گرفتید آراماک بود آراما کنی دنبال چیزی گشتن تماس گرفتن که گفتیم اگر بخوایم استفاده کنیم توی جمله ما توی زبان فارسی میگیم با کسی تماس گرفتن توی زبان ترکی استانبولی میگن کسی را تماس گرفتن حالا پس رو بعدا یاد میگیرید اما بدونید مثلا سنی ریوروم یعنی با تماس میگیرم که این خب نکته ای است که در مورد این فعل خواستم بدونید حالا بعدا بهش مفصل در مورد فعل ها خواهیم پرداخت و مواردش رو یاد خواهیم گرفت امیدوارم مطالب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید و این جنبندی براتون مفید بوده باشه نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید به پایان فصل دوم از کتاب درسی ینی استانبول رسیدیم مرسی که همراه هم بودید توی ویدیوی بعدی میریم سراغ حل تمرین فصل دوم کتاب کار یعنی استانبول پس زنگوله رو بزنید که از طرف یوتیوب براتون نوتیفیکیشن بیاد ویدیوی بعدی رو از دست ندید که قراره بریم خودمون رو یه محک بزنیم ببینیم آیا این مطلبی که یاد گرفتیم خوب یاد گرفتیم یا نه مرسی که همراه هم بودین کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید مثل همیشه تو چله بیزیم لکلن خوش